سریال هدفهایی که گذاشتن توش هدفهایی که گذاشته بودن برخلاف واقعیته که حالا ممکنه عوام اون کسایی که خیلی اصلا توجه نمیکنن و اصلا واسه شون مهم نیست نفهمن، ولی هر کس که این سریال رو ببینه قشنگ میفهمه که حالا رسیدیم به بخش کتاب و کتابخانه که جیز تخه، بعد رسیدیم به بخش عکاسی. عکاسی خواستم بگن که خب با این سریالی که پخش کردیم ما به طور غیر مستقیم به همتون گفته بودیم هر کی عکس بگیره فیلم بگیره یه اتکت جاسوسی بهش میخوره چون نیرو نفوذیه. حالا عکاس و فیلم بردار اینا رو هم که همه تخ شدن و جیز شدن، بعدم زدن تو توبردون خبرنگارا. حالا اون جنسیون رضاییان که مثلا خبرنگار خبرنگارام که همه جیز زن. اخبارم که تو این سریاله دیدیم دیگه، خودشون اعلام میکنن که چیو خبر کنین چیو خبر نکنین. آقا مشتبا سریال خودتونه ها، من کاری ندارم، من دارم میگم که یعنی این اهدافی که داشتین خیلی خوب پوشش دادین، ولی متاسفم براتون. باز هم یه کار کردین، این همه هزینه کردین، الله و علم چقدر هزینه تولید این فیلم شده، فقط یک سند با دست خودتون درست کردین که چه کسافت کاری هایی نمی کنین. توی این سریال گاندو هیچ موردی از قتل ها نشون ندادی، هیچی از تهدید ها نگفتی. اون خانم با شخصیت مؤدب فاطمه کماندوی فیلم که اومد گلی خانمو مثلا بردن، گلی خانمو بردن مثلا ازشون بازجویی کنن اینا، چقدر خانم ادب بودن و اصلا هم ایشونو تهدید نکرده بودن، یا اون کارگر خونهشون اصلا تهدید نکرده بودن که اگه با ما همکاری نکنی بچت از بین میره. میدونی؟ مثلا اینا رو هیچ کدوم چرا نشون ندادین؟ نشون میدادین دیگه. والا به خدا اگه اونجوری واقعی میساختین خیلی بهتر بود، یه اپسیلون آبرو وسطتون میموند، الان که دیگه همش برباد رفته. بعد دیگه چی وسطتون بگم؟ آها، قتلا رو داشتم میگفتم. قتلا رو تو این سریال این محمد آقا که خیلی نقشش هم خوب بازی که هرکی هستی نازش هستت واقعا کار دالی بود، نشون داد که یه آقای عبدینامی رئیسش بود. اون ما که حالا با این امنیتی یا سر و کار داشتیم و میدونیم اون آقا عبدیه که حالا جزو مثلا مدیر کل بوده، در سطح یه مدیر کل بوده که یه معاون بالا سرش بوده. اون معاونه میشه کی؟ میشه همون جواد خله. حالا حقیقیش با آقای دکتر سرافروز به نام آقای هاشمیان ملاقات کرده بود، میشه اون جواد خله معاونت ضد جاسوسی. یا معاون بالا سرشه، بالا سر معاونم یه دونه هویج تایبه. بعد این آقا در سطح مدیر کل بوده دیگه، عبدی. ملت که شما که این چیزا رو نمیدونیم، ولی من دارم واسه تون میگم، روشنگری میکنم. بعد یه نکته خیلی جالب اینه که مثلا مدیر کله این سریال نشون میداد که خب یه بخشش واقعا واقعیت بود، اینه که خب چقدر این زیر مجموعه جوونها که من حالا که اون داوود و رسول بودم، اون داوود و رسول اون دوتا فنقل خیلی باحال بودن، نشون میداد که آقا جوونهایی هستند در دل سپاه همچنان در حال حاضر که خالصانه و عاشقانه واقعا بر این باورن که کارهایی که دارن میکنن برای کمک به ملت، یعنی دارن مملکت و ملت رو حفظ میکنن و واقعا هم وجود دارن، یعنی این بر بچه ها اینا واقعا وجود دارن. غافل از این که این مدیر کل بالا سرشون داره اینقدر زحمت میکشه، این همه کار میکنن و اینا مغز میذارن، دل میذارن، جون میذارن که مثلا یه چیزایی کشف کنن. بعد از اون ور مدیر کل وقتی گزارششو میده به معاون، معاون مصداقش اینه که این یارو آرمین ستوده بود که مثلا توی ترکیه کشتن، حالا زده بودن مثلا اونا رو آمریکایی‌ها کشتن. غافل از این که مدیر کل محترم خبر نداره که این معاونت ضد جاسوسی یه مدیر کل تحقیق و تفحص داره، یه مدیر کل ترور، که مدیر کل این دوتا مدیر کل دست چپ و راست خبر ندارن که چیه چی نیست. معاون گزارش ها رو
از مدیر کل تحقیق و تفحص میگیره، بعد به عنوان سوژه، به عنوان سوژه و عملیات تحویل مدیر کل ترور میده. مدیر کل ترورم اصلا کاری نداره چی به چیه دیگه، یه پرونده بهش دارن، عکس میدن، جسد جنازه میخوان تحویل بگیرن، کارشون اینه. در اقصا نقاط جهان، در کشورهای مختلف. آره، خدا وکیلی اون محمود سیف ما خیلی چیزا اون موقع ها یاد گرفتیم و فهمیدیم. یه مدیر کل ترور هم دارن که در کشورهای مختلف اون بدبخت داره تحقیق تفحص میکنه، جاسوس پیدا کنه، اینا هم هر کیو ببینن که الان دیگه خطره خودشون میزنن میکشن. بعدم ببین مدیر کل بدبخت میگن که آقا تو آمریکا بود، آمریکا بود. اوف، که دست شماها. خلاصه این مدیر کل ترورم که اصلا نشون ندادن که آقا تو این فیلمه این معاونت ضد جاسوسی اطلاعات سپاه که حالا بخش تحقیق و تفحصشو نشون دادن، میدونین چجوری فیلمو ساختن؟ نشون دادن که مثلا معاونت ضد جاسوسی اطلاعات سپاه یه زیر مجموعه‌ای داره، مثلا میگن یه مدیر کلی داره برای تحقیق و تفحص، خب برای پرونده ها که اینا در اقصا نقاط جهان، در اقصا نقاط جهان نیروهای نفوذی دارن، برای جاسوسی نه، برای جاسوسی نه، برای اینکه سوژه های خودشون رو کنترل کنن. تا تو وایت هاوس دفتر ریاست جمهوری هم دارن، خب برای اونا. ولی نشون نداد تو این سریال که آقا اون مدیر کل ترور هم در اقصا نقاط جهان همون جوری که اینا میرن اطلاعاتو میگیرن و عکس میگیرن خارج از کشور و فرار میکنن و آدم قاچاق میکنن و یارو رو در میدن و جعل اسناد میکنن و آیدنتیتی عوض میکنن و همه اینا رو نشون داد لامصب این سریاله. بابا مجتبی تو دیگه کی هستی؟ همه اینا رو نشون دادی؟ آخه ابله، فکر نکردی که جهان و ملت و حالا همه آدمایی که این سریال رو میبینن از چیزای امنیتی اطلاع دارن قشنگ میگن به به، خود ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران خودش یک تولیدی داده بیرون، داره میگه در حیث جاسوسی اینیم نفوذ. بعد دیگه آقا دو اضافه دو میشه چهار دیگه، در حیث قتل و ترور چی؟ من به شما، من به این بابات، آقا مجتبی، من به این پدر نمیدونم بگم نار الله علی، هی نوشتم هی گفتم بابا این بچه رو بگیریم ببرین یه جا جمعش کنین تا یه دست گل و افتضاح خیلی جهانی به بار نیورده. انگار که داشتیم با این دیوار سنگی حرف میزدیم. الحمدلله خدا رو شکر ما که تو سازمان نبودیم، ما که اون دورورام نبودیم، شما این سریال گاندو رو ساختیم. ولی دیگه کردین دیگه، یعنی تو این سریال چیزی نیستش که بذاری من یه دقیقه یه نگاه بندازم. همکاری مثلا با دولت ترکیه برای اینکه عربستان سعودی رو ستاپ بکنین، تخریب کتاب و کتابخانی بوده، خط سفید، خط سفید کردن، آخ آخ آخ. آی ملت، من انقدر خندیدم وقتی که اینا میگفتن خط سفید، خط سفید رو سیم کارت‌ها رو مینداختن و فلان و بسار اینا. هر چی شما تو این سریال برای عملیات زد جاسوسی دیدین و کشف جاسوسی، برای عملیات تروریستی نظام هم بدونید همینجوری عمل میکنن. پولم که دارن دیگه، پولم دارن. بعد نیروهایی هم که به کار میگیرن خودشون تو این سریال نشون دادن. به جان خودم اصلا نیازی نیست من چیزی بگم، خودشون تو این سریال نشون دادن. آقا تو چین طرف چینی بود، تو ترکیه طرف ترک بود. اینا رو که دیگه ما نگفتیم که اون موقع که سناریو رو داشتین می‌بستین، داشتین تولید می‌کردین، فکر اینجاهاشو می‌کردین آخه خیر سرتون. خودتون نشون دادین. پولم که دارین. دیگه توجیه، دیگه سند از این چی موجه تا؟ این هم که جنازه داریم. این هم قتل داریم. نمساقش این رئیس چم تی وی کی بود؟ تو ترکیه ترور شد.
فریدون فرخزاد تو آلمان، حاجقا سیف، حاجقا حیدری، حاجقا رحیمی. مصداقش، مصداق این برای بچه های سپاهی که تو تیم تحقیق و تفحص کار میکنن و به دست خودتون کشته میشن، ترور میشن، شهید حاجیان، نویسنده کتاب سرمچار که تو سیستان و بلوچستان مبارزه با مواد مخدر میکردن، غافل از این که بدونن که جناب سیف و رؤسا مواد رو که یه جناب دیگه پولشو میداد میآوردن، مثلا میگرفتن بعد از خط ترانزیت عراق میفرستادن سوریه، از اونجا به اروپا قاچاق مواد مخدر میکردن. آخرش هم چی شد؟ سردار حاجیان یا سرباز حاجیان با 12 تا گلوله ترور شد. ترور بعدی توسط وزارت اطلاعات، حالا مثلا میگیم حالا هر کی که بوده، دانشمندان هسته‌ای اسرائیل کرد. تو این سناریو هم همین بود، نشون میدادین آمریکا کرد، در صورتی که خودتون کردین، که لعنت بر خودتون بود. البته ملت ایران اصلا این حرفای منو برای این برداشت نکنین که من میگم اسرائیل و آمریکا خوبن. اون آمریکا آینه تمام عیار رژیم آخونداست. اصلا با تناب آمریکایی‌ها تو جوب نرین که الان من این لباس خاطرات زندانمو پوشیدم، یادم میاد اینا چه بلاهایی سر من آوردن. دقیق از یه جلسه بازجویی، بابا ما رو که اصلا آمریکا بازجویی هم نبردن. خلاصه که اصلا به اونا اصلا اطمینان نکنی. ولی من دارم میگم که این سریالی که ساخته بودی، این سیم کارت سفید یا سفید کردن خطا، یعنی هر چی سند و مدرک بوده آقا انهدام، منهدم کنین، رد پایی ازتون نمونه. ویژه خلافکارا و تبهکارا، آدمی که ریگی تو کفشش نباشه مثل شهرزاد میرقلی خان، که اصلا من مثلا به کارمندای دفترم هم همیشه میگفتم خلاف ادب، خلاف ادب، خلاف ادب. تو این دور و زمانه یه اوضاعی شده در جهان که اگر میخواین اثبات کنیم بیگناهیتونو، ببخشید، خلاف ادب. دستشویی هم که تشریف میبرین یه کپی از کارتون بگیرین، یه گوشه نگه دارین که اگر روزی روزگاری گیره یه قاتل حروم لقمه مفسد فلعرضی همچون حسین طائب و این مجتبی خامنه‌ای افتادید که بدون هیچ سندی میان میبرنتون بازجویی، هیچی، بعد هم میگن جاسوس بود و فلان و بسار، نه شما اینا رو بذارین جلوشون، دو دستی تقدیم کنین، بگی آقا این اسناد من، شما برو سندی بیار که خلاف اینو ثابت کنی. ببخشیدا خیلی دارم سرتون رو درد میارم ملت عزیز، ولی بد نیست این سریال رو نگاه کنین، واقعیت های دوربرتون هم نگاه کنین، بعد دیگه یه پارتی بگیرین و بگین دست شما کسایی که این سریال گاندو رو ساختین درد نکنه. اصلا ما دیگه دشمن میخواییم چی کار؟ اسرائیل و آمریکا و فلان و فلان و فلان، هر کی گفته این سریال گاندو رو بسازین اونو بیاریم وسط، بگین آقا یه دونه باشی، با زبون بی زبونی خواستی بگی آقا ما این کاره ایم. خلاصه که اینجوری تغییر چهره دادن، یعنی تغییر چهره دادن آی که نمیدونم اسم واقعی چیه، چیز داوود بودی؟ نه رسول تو این سریاله، خدا وکیلی نمیدونم اسم واقعی چیه، ولی بور کرده بودی و تغییر چهره دادی و آخر سر اون ریش پوسیبیل مشکی ها که چسبوندی ها، یعنی دیگه خدایا بگم. دعات کردم به عنوان یه بازیگر، گفتم که این بچه اصلا کلی ما رو خندوند. اونم که خب تغییر چهره دادنم که عادیه، حالا ما برو خودمون نمیاریم که الان شما مثلا 3-4 تا دکتر متخصص زیبایی دارید تو سپاه، بینی ها رو میکشه بالا، پیشونی ها رو صاف میکنه، ابرو رو اینجوری میکنه، گونه میذاره، یه جوری تغییر چهره میده. یه چیز دیگر هم یادتون رفته بود نشون بده، این سوزوندن اثر انگشتا با لیزر بود سال 2006 آقای سیف، اونم یادتون رفته بود نشون بدین. البته این نیستش که کل اثر انگشت و ملت کل اثر انگشت رو نمیسوزونن، یه چیزایی مثل خالخال پشمی درست میکنن که شما هر جایی اثر انگشت رو دیدی نتونی تطبیق بدی، شک برانداز باشه. اینا حالا نکاتی بودش که اینا تو این سریال نشون نداده بودن، اینا رو دیگه نشون نداده. بعد اینجام نوشتم دیگه جعل پاسپورت نوشتم، وای الله ترکیدم از خنده، وای یعنی دیگه مگه میشه انقدر خر
خر باشن که این چیزا رو تو سریال نشون بدن. خدا وکیلی باور کنید ملت نوشتم تو دفترچه خاطراتم، سالها بعد بهش میخندم. بعد یکی دیگه این بود که آقای عبدی به پسرم گفتش که پدر خدا بیامرزت خیلی سفارش تو به من کرده بود، از بچگی تو قابم بودی. این اصطلاحاتی هم که تو تورمونه روش سواری تو قابم بودی، اینا رو هم همچین ملتون یاد بگیرین، همدیگر رو میبینین به همدیگه بگین تو تور خودم یا اینجوری هست. آره خیلی آموزش های خوبی داشت این سریاله، به شرط که ملت توجه کنن. بعد یه دونه دیگه تخلیه منابع، حسامو که گرفته بودن تو ترکیه مثلا میگفتن خب دیگه این مهره سوخته است. بعد یه چیزو من به شما بگم، تو این سریال نشون دادن وقتی که یه دونه از نیروهای خودشونو میگیرن دستگیر میشن توسط کشورهای دیگه، در هر صورت اینا بر این باورن که این افراد تخلیه منابع شدن و کل اطلاعاتی که داشتن رو دادن. و من برای اینکه مصداقی خدمتتون عرض کنم رجوع میکنم به آقای تاجیک، سفیر ایران در لندن، در انگلیس در سال 2012-13، همون زمان آزادی من که بود که عمانی ها وارد شده بودن من آزاد بشم، این آقای تاجیک هم قرار بود که آزاد بشه. البته ایشون در حصر خانگی بودن. من یه خاطره براتون تعریف میکنم که من یادمه که آقای دکتر سالم اسماعیلی که زندان اومده بودن منو همین ریختی دیده بودن و اینا، عزیز دل منه ایشون، به من زنگ زدن زمانی که من تو پرس هم داشتم کار میکردم، به من زنگ زدن و گفتن که آره من در خدمت هیز اکسلنسی سفیر ایران آقای تاجیک هستم و اینا. و بهشون گفتم که مثلا شما هم یکی از زندانیایی بودی که آزاد کردیم و رفتی ایران و اینا، یه مقدار باهاشون میخوای صحبت کن، چون ایشون یه ترسی دارن از ایران و فکر میکنن که مثلا ایران چیز نیست. حالا این بنده خدا دکتر سالم اسماعیلی نمیدونست چه به سر ما اومده وقتی برگشتیم ایران، که فکر میکرد که وای که ایران وقتی این زندانی های بدبخت از مثلا کشورهای دیگه آزاد میشن یا تبادل میشن برمیگردن ایران یه هیرو هن و ازشون قدردانی میشه و دیگه حالا مثلا این پست و این کار کردن من تو پرستیوی اینا رو هم نمیدونستن که وزارت اطلاعاتی ها میخوان زیر ذره بین داشته باشن، فکر میکردم مثلا بهم کارم دادن و اینا. خلاص ما گوشی گرفتیم با یه آقای تاجیک صحبت کردیم و گفتم که ایشالله که نگران نباشین. های مالایی ما میخواستیم به زبانی بیل زبانی به ایشون بگیم ولی خب نمیشد دیگه به خاطر اینکه خب تلفن منم همش شنود بود اون موقع که الان تا الانم هست. بعد گفتم که به هر حال که اگه تشریف آوردیم منزه کافی سند و مدرک برای اثبات بیگناهیتون بیارین، به خاطر اینکه اینجا در هر صورت شما گناهکارین، یعنی جاسوس حساب میشین و اینا. بعد این بنده خدا حالا بگذاریم یه شبی اومدن ایران آزاد شدن و برگشتن با پرواز سلطنتی آوردنشون و فرودگاه مهرآباد، همینجور که در پایان این فیلم نشون میده، یعنی آخره قسمت دو قسمت آخر این فیلمو که دیدم دیگه انگری برد شده بودم در حد لالیگا، یاد فرودگاه مهرآباد افتادم و این کارهایی که اینا میکنن. این تیکش واقعی بود که تو فرودگاه مهرآباد این تبادلا و اینا انجام میشه. این ما رفتیم فرودگاه که هم دکتر سالم رو ببینیم هم آقای تاجیک و خانوادهشون و اینا رو. به دکتر سرافرازم گفتیم که آقای دکتر این داره میاد. گفت نه یه همچه خبری ما نداریم. گفتم که خب بچه های پرس رو بفرستیم پوشش خبری بدن و اینا. گفت کسی به ما اعلام نکرده. گفتم پس مشکلی نیست من برم؟ گفتن که نه. به بچه های وزارت اطلاعات هم زدم که آقا من دارم میام فرودگاه بازدیده، یعنی دیدار آقای استقبال آقای سفیر سابق آقای تاجیک. خانم ها آقایون ایرانی عزیز، به مدت 4 ساعت در فرودگاه مهرآباد در جمع خانواده ایشان که بیش از 200 نفر اونجا جمع شده بودن وایسادیم. آقا هی وایسادیم هیچ خبری نشد، این آقا نیومد برون. خلاصه دیگه سر شده بود 2:30 صبح. اومدم تو پارکینگ نشستم تو ماشین زنگ زدم به دکتر سالم، گفتم شما گفتی ایشون امشب میاد من بیام فرودگاه، اومدم فرودگاه شما و ایشون رو ببینم، کجا این جاتر بچه نیست؟ گفتش که شهرزاد ما الان هتلیم، ایشون هم بردن، چند ساعتی استراحت میکنیم برمیگردیم مسقط، شما برو خونه دنبالش نباش. برای بچه وزارت اطلاعات شنود کردین حداقل اون وایسا رو پخش کنین.
خلاصه اینم از آخر عاقبت این بود که هر کس تخلیه منابع بشه برای آقایون، همه اونا تخلیه منابع شدن. آقای تاجیکو اگه شما ازش خبر دارین یه خبری هم به ما بدین. من فکر میکنم توی یکی از قطعات بیشتر رو باید بریم سر وقتش. فکر میکنم. چون کسی که دیگه مثلا اطلاعاتو داد و اینا دیگه مهره سوخته است و میمیره دیگه. یه دونه دیگه هم آقاه بود، اسم این بنده خدا رو هیچ وقت یادم نمیمونه، اونم که آوردن تو میدونه نمیدونم کجا، اصلا علنا اعدامش کردن. شما ببینید از این همه زندانی سیاسی که آزاد شدن تو این تبادلا و تو این اتفاقات برجام و فلان و بسار اینا، بریم ببینید چند تا زنده پیدا میکنی، بقیه رو تو گورستونا بگردید. اینم نکته بود که تو این فیلم نشون ندادن که حالا اون حساب بدبخت کجا، تو همون ترکیه علی‌القاعده ترور شده دیگه، حالا هر آدم واقعی بوده. قاچاق آدم هم که نشون دادن و جاسوس جلوه دادن، خبرنگاران هم که بود و رقابت CIA و اطلاعات سپاه هم بود و دیگه خزعبلات پاشنه آشیل. یعنی این جوکی که اینا گفتن راجع به تأثیر اقتصادی تحریم ها، ملت ایران، ایرونیای عزیز، نگم براتون که تا کجام سوخت، نگم براتون که تا کجام سوخت. آقا هر چی بود و نبود و انداختن گردن این شریک پشت پرده خودشون آمریکا، بعد گفتن تحریم ها پدس سوخته های سپاه. به خوبا من اون ریزمیزه ها اون پایین کار ندارم، آقا دارم سرداران سپاه ها میگم، پدس سوخته ها، این همه بخور بخور، این همه پولی که از مملکت دادیم بیرون برای ترویج شیعه یا خوشگذرانی های خودتون خارج از کشور، اگه اینا رو میذاشتین تو صنایع کشور و بخش خصوصی، مگه تحریم میتونست ما رو تکون بده؟ این دیگه چه نوع خزعبلی بود تو این فیلم گفتین؟ شما همه ملت ایران رو بله فرض کردین؟ فکر کردین همه گوشا درازه؟ آقا پدر سوخته ها، شما سپاه مگه نرفت دنبال بخش خصوصی و کارخونه جات بخش خصوصی به عنوان چی میگم مشتری؟ مگه شما تمام کارخانه جات و بخش خصوصی مملکت ایرانو به عنوان مشتری از سالها پیش، 20 سال پیش، 15 سال پیش سراغشو نرفتین به عنوان مشتری که آقا شما تولید کن ما میخریم و عرضه با ما تو دولت تو ایران؟ مگه نکردین؟ مگه اینجوری نبود که شما کل صنعت کشور رو گرفتین دست خودتون؟ مگه نیمدین اول به عنوان مشتری بعدم به عنوان سهامدار و شریک 51% بخش خصوصی، 49% سپاه، تو تمام صنایع کشور بخش خصوصی که بخش خصوصی رو فلج کنین؟ مگه نکردین؟ مگه نیومدین به نام سهامدارهای بخش خصوصی از بانک ها وام بگیرین به نام اون ضامن به کام خود پدست سوختتون؟ مگه نکردین؟ حالا میگین تحریم ها؟ شما بودین که بخش خصوصی رو نابود کردین، شما بودین که هر جایی امریکایی پدرسوخته و اروپایی ها رفتن یه شرکت کاوراپ پیدا کردن که بابا هر بخش خصوصی هم دومش به دوم سپاه بسته. آخه بدبختای بیچاره، اون کارخونه دارایی که از 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال پیش تو ایران کارخونه دار بودن، شما مگه به خاک سیاه نشوندین؟ شما مگه ارز 4200 تومن همین آخر سریا، وام بانکی، وام ارز خارجی به بخش خصوصی، به افراد، به اشخاص، سهامدارهای شخصی صنایع ملی کشور ندادین، بعد تولیداتو با عرض 11-12 هزار تومن اومدین به ملت فروختین؟ چی میگین؟
اینقدر من هرسم گرفت از این بخش که شما فکر کنم اون الی که میگفتین همین یخچال فریزر آبسال و اینجور چیزا بود که به خاک سیاه نشوندین. اینه که من نمیگم که الان بخش خصوصی ها زندن، همه رو در به در کردیم، همه رو بدهکار کردیم به بانک ها. تمام بخش خصوصی ها اولی که بدهکارم به بانکاتون، چون وام های کلان ارزی گرفتن شما خوردین و بردین، این بدبخت های مفلوک، نه پول رفته تو جیب خودشون نه هیچی، آخر سرم کارگرا که بیکار شدن کار شماست. صنعت کشور که خوابید کار شماست. تحریم ها به خاطر ورود شما به بخش خصوصی بود. آقا شما تا حتی خیار و گوجه برنگی بادمجون هم تو کارشی. خیلی هرسم گرفت از این که گفتین که صنعت و قدرت گرفتن ایران. شما بودین که صنعت ملی رو نابود کردین برای اینکه از طریق تروریسم برای ترویج مذهب شیعه قدرت خودتون رو ببرید بالا. بخواییم بگین قدرتمندی. با تمام تحریم هایی که بود چطور بخش نظامیتون پیشرفت کرد؟ صنایع و قدرت جاسوسیتون بالا رفت بر اساس سریال گاندویی که خودتون ساختی. اصلا به منم کار نداشته باشی. در سوریه و لبنان و عراق و افغانستان و اقصا نقاط جهان پیشرفت کردید. بعد یخچال فریزر آبسال نباشه، الجی بیاد، چینی بیاد، نیکایی بیاد، همه جنس ها تو بازار خارجی باشه. کی کرد؟ شما کردی. هیچ کسی نکرد. هیچ دولت و حکومتی نتونستی خیانتی که شما به ملت ایران کردی رو بکنه. اگر میگفتین تحریم ها بر اقتصاد تو این سریال اینجوری سناریو نوشتین، آخه گاگولای مغز پشمکی. ملت جان ببخشید و من اصلا به اینا که میرسم نمیدونم، عذرخواهی میکنم، این مقدار فنر در میره کلمات ویژه اینا رو باید به کار ببرم. اگر تحریم ها تأثیر گذار بر صنعت ملی خودروسازی، چه میدونم صنعت ملی لوازم خانگی سازی، چه میدونم بشقاب، بلور، چینی، فلان بیسار، بر صنایع ملی کشور تأثیر گذار بود، چرا این تأثیرات شامل حال صنعت نظامی جمهوری اسلامی ایران نشد؟ جواب بدید. من که حالا این ویدیوها رو ضبط میکنم میذارم روی یوتیوب، شما هم جواب نمیدید، ولی مهم نیست، یه یادگاری از خودم میذارم و میرم. ولی فکر نکنیم ملت ایران احملن، ملت خر نیستن. یه ویدیو گذاشته بودم رو فیسبوکم و توییترم، جریان خر تو خر رو، که این بود که نوشته بودم که این خرا، واقعیت رو نشون داده بودم که آقا خرا اول از همه که فقط تو خاندان خودشونن و خانواده خودشون و سرشون به کار خودشونه، دوم که هرچی بهشون میگی اصلا گوش نمیدن، کار خودشونو میکنن، آخر سرم بر نگات میکنن میگن آخه تو خرکی باشی. بعد این ویدیویی که من گذاشتم ویژه خرها بود، نه اینی که بخوام بگم که آقا ملت خرن، چون الان در حالت عادی تمام خانواده ها همه سرشون فقط تو زندگی خودشونه که بتونن زنده بمونن، ملت رو دارم میگم. ولی این حرکت ملت با حرکت خرانی که مسئولیت‌های مختلف کشور رو در دست گرفتن خیلی فرق میکنه. چرا؟ چون ما انسان‌ها و ملت ایران ما میگیم که آقا خره بهت لغت میزنه دلیلی نداره شما به خره لغت بزنی. آروم و ساکت از کنارش رد میشی، بعد میری میشینی یه نشادور درست میکنی. به خر باید نشادور زد، نه اینکه مثلا لگد زد و اینا. آره، خلاصه که ملت و ایرانی ها رو در اقصا نقاط جهان خر فرض نکنید. اگر همه هیچ که صداشون در نمیاد و گاندو رو میگن به به و چه چه و یا به همه حواشی ظاهری که آقا ظریف رو زدید و همه رفتن فقط همین اتکه ظاهر رو ببینن، ندیدن که عمق ماجرا چیه، اینا فلان رو بیسار، اینا فکر نکنین که خرم.
در حال اینن که ببینن چه نوع نشادوری واسه تون درست کنن که به موقعش همچین برونتون.